اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به شاپور و داریوش با آنکه در هزاره وحشت از هم جدا شدند در مرگ با رشته های خون باری دگر به صحبت دل آشنا شدند ایران داریوش از بام آسیا تا سینه خلیج همیشه فارس و از جبال کردستان تا دشت آن سوی فرغانه گسترده بود روز صدای روشن او مردان زخم خورده تاجیک را در پنج نیروی ماندگاری میشد روز دیگر همراه کاک دکتر اشک از نگاه کودک کردی در پاوه می ستوند. ایران داریو زیباترین ترانه هستی بود عاشق خدای زمین بود در امتداد دردش ما نسل سوخته رویای سربلندی میهن را با او گریستیم قد راست کرده آمد قد راست کرده رفت علی رزا نوریزاده چهارشنبه ششم سپتامبر پانزده شهری و ما به شما سلام میکنم چرا شعر داریوش و شاپور رو امروز میخونم بذاریم براتون بگم داستانش دکتر بختیار معمور تشکیل کابینه شده غروب رفتیم خونش و دکتر داره توضیح میده یک دوست نازنینش که از شیراز اومده تو حیات داره همجوری باش راه میره که مانع از این بشه که دکتر قبول کنه علی باستانی عزیزم با هم رفته بودیم منزل استاد بزرگوار زنده دکتر صدیقی قرار بود نخست وزیر بشه و دکتر صدیقی گفت با همه وجود از شاپور بختیار حمایت میکنم و حمایت بکنید در واقع من اومدم این خبر خوش رو بهش بدم آقای دکتر وزراتون کین من فردا میخوام تو روزنامه اطلاعات اسما رو بنویسم گو بالا هنوز مشخص نیست ولی ولی این چند رو داشته باش توی این اسمایی که من داده بود حالا غیر از بعضی رو که پدر میشناخت من میشناختم اما یه نفر بود که خیلی میشناختیمش هم به خاطر اون دورانی که پدرم مشهد سردفتر بود که در بزرگم بود و بالاخره اونجا حق آب و گلی داشتیم هم به خاطر اینکه ازش خیلی خوشم میمد مردی بود راستقامت و خوش بیان یه تلجه مشهدی داشت و خیلی هم آدم حسابی بود قوی گردن کلفت به معنای واقعی خان و عاشق دکتر مصدق و نهزت ملی و حزب ایران و یه وقت رو نگاه میکنم میبینم ایسا خانه حاتمی یه طرح از اوس منتا جوانتر جالب بهتون بگم این مرد جان و جهانش رو برای دکتر بختیار داد از کسایی که اعدام شدن در راه اعتقاداتشون اما متوجه شدم نه اسم کوچک اون نیست خادم احمد آبادی است اما اسم جلوش جواده جواد خادم احمدآبادی روز معرفی وزرا رسید جوانترین وزیر کابینه یکی دو بار فکر میکنم یک بار که رفتیم کلوپ فرانسه با دکتر بختیار او رو هم از دور دیده بودیم اون زمانم خلاصه جوون و خوشتیپ و از انگلیس اومده بود و حکایت غریبی بود اون سی هفت روزم که پیش دکتر بختی ها میرفتم هر روز گاهی میدیدمش اما اما دکتر بعد از خدافزی با خانم کلانتری از روی پلکان نخست دیری رفت حالا ما در به در دنبالش بودیم کی بودیم؟ من و جواد خادم احمد آبادی و رضا حاج مرزبان که رضا هم جانش رو داد ما دوتا زنده موندیم با هم جمع می شدیم جلسه می کردیم می شستیم چی کار کنیم برنامه ریزی کنیم خب. رضا اهل برنامه ریزی شبکه سازمان فلان یه روزی قرار شد جپه ملی با مرحوم شریعت مداری حزب خلق مسلمان یه تظاهرات بزنن علیه قانون اساسی خمینی پا شدیم با هم رفتیم خونه مهندس حسیبی عصبانی شد در دست ما داد زد او اسلام رو پذیرفته بود در معنای انقلابیش خلاصه سرتون درد نیرم با این جناب ما رفاقت کردیم تا امروز هزار سال ارادت به پدرش منتقل به رفاقت و دوستی با خودش شده اومدیم در قربت غم قربت اینجا حالا توی نهزت مقاومت ملی بود و در اونجا فعالیت میکرد فرد مورد اعتماد دکتر بختیار بود بسیار زیاد و به قدی مورد اعتماد بود که مسئله نظامی و اینو دستش بود تا اینکه یه روزی دعوت شدیم به جلسه رفتیم ای همه چرا آشناب محسن سازگارا خودش دیگران دیگران و یودی آی پای گذاری شد که جواد خادم از بنیان گذارنش بود دوباره سر و کله خادم پیدا شد خادم آدم شلوغی نیست میشه نگاه میکنه از دور ساکت هم از خیلی کم حرف میزنه اما یه وقتی که در صحنه پیداش میشه دلیل داره که میاد بی دلیل نیست جواد خادم خوش آمدی به برنامه من خیلی ممنون از دعوت شما دوست بسیار عزیز بردم دعقبا خیلی حتما یاد تو هتل امریکا رضا 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 حاج مرزبان عزیز عجب آدمی بود اصلا آشنایی دکتر بختیار با رضا میسه عجیب قریب بود با هم که آشنایی نداشتن یه،, یه وسیله آشنایی بود چون اگر یادتون باشه رضا حاج مرزبان در نیروی دریایی بود, از طریق آقای مدنی با ایشون آشنا شده بود یکی از مواقعی بود که آقای مدنی به اصطلاح میخواست کمکی به آقای بختیار. در برنامه برای آقای, بختیار آقای بختیار بکنیم رضا رو معرفی کرد و عملا شد دبیر شورای امنیت ملی بختیار کاملا. کاملا چون همش تو نخوزدی در نشسته داره می یادداشت یاد داشت میکنه آدم عجیبی بود خب بگذار من یه خورده عقبتر برم حداقل برای اونایی که شماره رو نمی البته همه شماره رو ولی برای نسل جوانتر از کی با دکتر بختیار آشنا شدی و همون اطلاق پدر بود چه جوری بود؟ البته داستان دراز است من دوازده سالم بود که عضو حزب ایران شدم البته اونم به خاطر پدرم چون همون دیگه ایشون عضو حزب ایران بود از اونجا بود که من با اسم آقای شاپور وقتی آشنا شدم شد. و خب تماسایی ادامه پیدا کرد تا مراحل بعدی زندگی سیاسی من خب بعد کی عضو فعال شدی یعنی من به خوبی یادمه یکی از اولین در... کاری کرده بودم در اغلب حوزه های از شرکت میکردم در مشهد یا تهران موقعی بود که به اصطلاح جوانان مذهبی حزب ایران یه مقداری در مشهد تقریبا قوی ترین قسمت که دنبال محمد تقی شریعتی و نقشب و اینا بودن دیگه بعدا رفتن دنبال آقای محمد نقشب حزب جمعیت مردم ایران بر بنیاد سوسیالیسم بر بنیاد خداپرستی بر. و... که البته من شما تو میتینگ جلالیه بودی؟ نه من در ام. انگلیس بودم انگلیس بودم اون اون بعد نبودی من اون بودم جالب بود اون اون من از اون اتفاق من بعد از ماجرا اون اون این نامی اون 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 نوشتم یادش بمونی که اون که اون 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 کردی؟ هستم. و ف... اعتراض کردی اون نه نه, نه, نه یکی از دلایل اونها این بود که آقای بختیار گفته بود خوب ما از سنتو باید بیام بیرون به یه ایده برخورده بود که آقا اگر شما چنین حرفی رو بزنی امریکایی یا حکومت به ما نخواهند خب ایشون نظریات خودش داد مسئله امنیت مملکت بود شخصیتی بود که مثل سایرین نمیخواست عمل کنه ولی عجیب آدم بود خادم جان وقتی شنیدی دکتر بختیار نخست وزیر رو قبول کرد چه احساسی داشت من البته چی که اطلاع داری از نه ماه قبلش حتی یک سال قبلش این آمادگی رو در بختیار میبینم که خودش رو داره آماده میکنه که نخوض وزیر ایران بشه چون شرایط ایران بعد از آقای آموزگار تقریبا یه حالتی داشت که یه کسی باید باشه که بتونه مملکت نجات بده و من شخصا فکر می‌کردم هیچ کس خیر از بختیار نیست که بتونه مملکت ایجاد کنه تماس داشتیم مرتب من هستن جلساتی داشتیم برنامه های آیندهش رو تنظیم میکرد یعنی برای من به اون معنا شک نبود که ایشون این کار رو قبول آه. کرد آه، البته فراموش نکنید که اشخاصی مثل آقای بختیار همیشه احساس میکنن یه رسالتی دارن و شاید یکی از دلایل اون بود که فکر میکرد من ایران از یه بحران بزرگ مذهبی نجات خواهد داد متاسفانه نتونست آقای مهندس خادم وقتی که دکتر بختیار پیشنهاد وزارت رو بهت کرد مثل اونای دیگه قبول کردی بلافاصله اصلا لحظه ای حتی فکر نکردم به دو دلیل عمده اولا این بود که من فکر میکردم من فراموش نکن من در یک خانواده صوفی به دنیا آمدم در یک به اصطلاح در یک خانواده صوفی شما با سه چهار چیز مواجه میشید یکی اینه که مهر است و عشق است و خدمت است و ایران بنابراین برای این اون وظیفه اولم بود که حتما قبول بکنم دوم که من عضو حزب ایران بودم و میدیدم که آقای بختیار تمام دوستانش تنها گذاشتن پس بنابراین وظیفه خودم میدونستم و اصلا لحظه ای فکر نکردم چون اولا در جریان بود که من باید کمکش بکنیم خب اومدیم بعد یه ایده نایمدن گفتن نه مثل تیم سار جم مثل تیم سار مدنی نه حال بختیار به این ناجوان مردی های ملی نسبت به خودش چه بود خیلی به سنگین بود ببین بختیار یک یک مطلبی رو شما اینجا فراموش نکنید نسبت به وقتی بختیار با تمام شجاعتی که داشت انسان دوراندیشی هم بود یکی از پیشنهاداش به جبهه ملی بود که ما اصلا در کار انقلاب دخالتی نداشته باشیم چون انقلاب این انقلاب مذهبی است یه مسئله هم براشون آورده بود که ما باید یه کاری بکنیم که ریگ ته رودخانه باشیم این سیلاب میاد و ما بمونیم ولی خب اگر شما ها بخواین اون طرف من هیچ راهی ندارم جز این که قبول بکنم ام، این بود که این اختلاف نظر با جبهه ملی داشت بعضی اینی که تنهاش بگذارن زیاد براش قمنگیز مهم, مهم نبود برای که فکر میکرد تنهاش میگذارن چون وقتی شما خود چنین آمادگی داشته باشید که تنها خواهند گذاشت بس بنابراین چیز شوکی بزرگی براش نبود ولی آنچه براش ناراحت کننده بود تعدادی از اینا قول داده بودن که خواهم بود باسته. مثل مدنی بنابراین یه قدری براش سنگین اومد مدنی که قول داده چرا در در, 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 این جریان نیست حتی اگر یاد باشه من به خوبی یادم که یک حرفی زد یه دفعه که اگر هیچ کسی هم نباشه من خودم شخصا نخواست وزیر رو قبول باسته. میکنم بدون بزرا چون مسئله مملکته و میکردین کار چون واقعا بختیار مسئولیتی بر خوش قابل بود گفتم حالت مسئولیت ما الان سی سال داریم میجنگیم الان موقعیتی شده که ما میتونیم تمام اون آرزوها رو تحقق بدیم شاه آماده است که سلطنت بکنه و بعدم ارزیابی بختیار کاملا درست بود که دیکتاتوری نهله از چکم خیلی بدتره کاملا میدونست در حالی که آدم مذهبی نبود ولی خیلی جالب بود خوب مذهبی ها رو میشناخت نه خب یه بهتر بقیه میشه فراموش نکنید یه عمر همراه اینا مبارزه سیاسی داشت آدمهای درست حسابی هم توشون بوده توی مذهبی همشون زنجان زنجانی, بودن. 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 بنابراین شناختش از مذهب خب،, خب البته میدونه که مذهب یک یک چیز خطرناکیه برای جامعه زندگی معاش معیشت مردم راحتی مردم با مذهب نمیتونید مذهب یه چیز اخلاقی است و مسئولیت جامعه که صحبت شد آقای دکتر بختیار برم به پاریس من و آقای مرحوم صالحیار از که هم فکر میکنم حاتفی به ما هم گذرنامه رو گو بگیریم که باهاش بریم اونجا بودی تو جریان که آقای بنی میگه من به هم زدم یزدی میگفت او به هم زد نمیدونم دقیقا میدونی چه کسی به هم زد که اول خمینی قبول کرد بعد زیرش زد تو این ماجرا بودی من, من فکر نمی کنم که در هیچ مرحله آقای خمینی قبول کرده بود یه uh, عده که علاقه من به این بودن بيهشتی. که منتظری علاقه من بودن که این کار انجام بشه این حرفا رو بختیار می زدن که قبول کرده ولی من شخصا فکر نمی کنم که آقای خمینی واقعا از روز اول گفته بود آره بعد چون خمینی شخصیتی نبود که بگه آره و بعد بگه نه از اول یا میگه نه اگر گفت آره حتما میگه در این مورد هم اگه دوست مشترک اون آقای سازگارا یه حرف بسیار جالبی زده و بارا هم تکرار کرده و اون اینی که وقتی به ایشون گفتن که بختیار رو میاد و شما باید ملاقات کنید اینها گفت خب یکی از مسائل عمده اینه که اگر من ایشونه بپذیرم و و خواسته های آقای بختیار رو برآورده کنم و مردم دیگه تو خیابون ها نباشن و و آقای بختیار زیر حرفاش بزنه من مردم دوباره نمیتونم تو خیابون بیارم بنابراین از به نظر من, من از روز اول آقای خامنه ای آقای خمینی به هیچ عنوان این کارو نمیخواست انجام بده یه مقدار به نظر من از بختیار ترس داشت یعنی توی همه این شخصیت رو شما اگه دقت کنید اینا خویه بیابانی دارن و حرفا نشان دهنده یه ترسی از این شخصیت بود که اینقدر شجاعت به خرج داده چون بقیه اومده بودن آقای سنجابی دست رو بود دیده بود البته بازرگان دستش رو نبوسید ولی سنجابی دست رو بوسید خب ولی آنچه اینجا مسلمه خب همیشه آدمای شجاع از آدمای شجاع میترسن شما لحظه ای نمیتونید دقیقا. فکر کنی که خومینی آدم شجاعی نبود آدم شجاعی بود و میدونست شجاعت یعنی چه پس بنابراین از بختیار این ترس رو داشت و باز میدونست و فرصت اگه, نمیخواست بده. اگه بختیار یه ماه ادامه پیدا بکنه کاملا گوره دستش دارد. من, من به خوبی یاد دارم اگه یاد شما خیلی راحت میدونید مسئله تلویزیون اگه ساعتی یک ساعتی هر, شب یک ساعت با مردم صحبت میکرد یکی از دوستان من یه روز به من گفت که اگر اجازه بهش بدن یک ماه دیگه دو ماه دیگه با مردم صحبت کنه برق بر میگرده خب متاسفانه و همون تظاهرات قانون اساسی اگه یادت باشه دفعه دوم جمعیت خیلی زیاد بود و اگر ادامه پیدا میکرد مطمئنم یه میلیون نفر هم میمدن خب البته من همیشه یکی از انتقاداتی که به شاه داشتم این بود که ایشون یک یه میدل کلاس یه طبقه متوسطی در ایران به وجود برده بود که 5-6 میلیون نفر بودند. ولی هیچ وقت از همه چیز برخوردار بودن ولی هویت سیاسی نداشتن اگر این افراد هویت سیاسی داشته باشن در مقابل مذهب مقاومت میکردن بلد نبودن از خود از منافع خودشون چطور حمایت کنن شما نمیدونید بنابراین به نظر من شاید اکثریت خاموش مخالف شاه به اون معنا نبود مخصن میدل کلاس به هیچ عنوانی مخالف نبود ولی کار بکنه بلد نبود که چه جوری حمایت بکنه بزار داستان به قول معروف دیول ادوکت بکنم که برم تو این ماجرا که اگر با این تصور اگر بختیار یک ماه دیگر دو ماه دیگر فرصت داشت گمان میکنه خوبه نیم از میز میشست مذاکره میکرد نه حالا من بگم من فکر کنم شخصا فکر چه دارم. برداشتی داری فکر میکنی چی یکی از حرفهایی که من به رضا باش مرتب میزه از روز اول از یک او. سال قبلش که آقا شما هیچ راحل حل نداری در میان مردم جان نداری این واقعیتیه من که نمیتونستم به آقای بختیار دروغ بگم که آقا شما پاپولار نه؟, نه نه جان نداری کسی نمیشناسته خومینی رو همه کس میشناسن ولی تو شما باید یک کاری بکنید که یک قسمت از مردم یا از سازمان های چپ و, ملی به طرف خمینی رفتن یه یه نحوی جدا کنی امه. ترس این گروه ها اغلب این بود که آقای بختیار به احتمال خیلی زیاد میخواد سلطنت رو دوباره به ایران ده. برگردونه بنابراین این ترس رو باید برسی و یک جامعه ای که انقلاب زده است شما شک بهش وارد کنید پیشنهاد من و رضا این خیلی راحت بود به محضی که پادشاه روی سکوی روی پلکان هواپیما بلافاصله فاصله جمهوری باید اعلام کنی باید اعلام این می می باید باید یعنی من مصر بودم به این کار خب آقای بختیار فراموش نکن یا کانستیتوشنالیست بود مشروطه خواه بود نه من معتقدم بالاتر از اون بختیار به پرنسیپاش خیلی وفادار خب مثلا ببین شرایط مملکت میدونم ولی میخوام بگم حتی در سیاست که تو باید فلکسیبل باشی بختیار به اون پرنسیپ ها میدونم در شرایط عادی آره ولی فراموش نکن مملکت ایران شرایط عادی نبود نه. من نمیگم حتما موفق میشد ولی به احتمال خیلی زیاد چپ و میلیون یه دو فکر دوباره نسبت به این مسئله میکردن بابا سلطنت همیران اعلام جمهوری کرده شاید اون وقت بود که خمینی حاضر میشد پای میز مذاکره بشینه ولی نه اینی که همینطوری باشه ایشون بیاد میشون آدم شجاعی بود خب. حالا اون او فرصت نبید. رفت دوران سختی بود ما همه اون در شرایط سختی زندگی می کردیم من دادگاه بختیار رو تو مجله امید ایران راه انداختم ایشون یکی از شهود بود <تصفح> و دکتر بختیار رو تبرئه کردیم به عنوان یک مرد وطن پرست عجب روزگاری بود خب شما اومدی به خارج و مقاومت هم راه افتاده بود شما هم یه نقش اساسی و فعال توش گرفتی و فعالانه کار میکردی ولی یه نقطه رسید که شما اومدی بیرون اومدی به لندن جایی که درس خونده بودی ازدواج کرده بودی فرزندانت بودن و بعد دیگه کاری نکردی تا اینکه این, این داستان یودی های پیش اومد چه چیزی تشویقت کرد به این کار؟ چه چیزی عاملی بود که فراموش نکنید وقتی که بعد از خروج آقای دکتر بختیار و رفتنشون به پاریس مسئله این بود که هنوز انقلاب در, در التحاب است و و خود کسانی که انقلاب اداره میکنن واقعا سوار کار نیستن مسئله کودتا مسئله عمده ای بود و برای همین هم شما به خوبی میدونیم که من از ایران اومدم به پاریس چقدر شما در نوژه این وارد بودید تمامش از روز اول تمام شما... بود تمام شما از روز اول ا... محاکمات ا... اونهایی که اعدام شدن بخونید بله میدونم تمام اونجا همه هست یه جا آن... اشاره است که ما تو خونه ما با هم جلسه داشتیم آره. آقای آه. خادم بزن پس راحت ازت بپرسم نوجر و رجوی لو حزب توده لو داد کی لو من ببینید هیچ کدوم اینا رو نمیتونم قبول کنم که اه... کی, <تصفح> کی لو یکی از اشتباهات اونده‌ای که آقای بختیار کرد سر کودتای این, این بود که یه عده از دوستان بهشون میگفتن که آقا شما در ایران محبوبید اه. و مردم شما رو میشناسند میخواد جنبه های مردمی به این بده یه حقی... تبدیل به یه قیامش بکنید شما میدونید وقتی که یه کودتا میخواید بکنید از یه مختار قیام, نیست. قیام نیست و یکی از ایرات که به من میگیرن که آقا کودتا نبوده قیام بوده نه این تو نبود قصد اول کودتا بود و این اشتباه بود که شما شروع کردن دوستان آقای بختیار در داخل ایران در داخل بازار و جاهای دیگه صحبت که قیامی حرکتی نظامی خواهد شد اینا. و این اتفاق افتاد و و آنچه نه موسلمه. یعنی پراکنده شد همین جوری همه،, همه, مردم تقریبا تو بازار همه میدونستن که چه ولی آقای ونیصد میگه یه خانومی اومد اونجا بهش یکی دیگه میگه که اون برادر خانم آقای جهانگیری با مجاهدین بود یکی دیگه آقای رجوی به حساب خودش گذاشت حزب توده ب... به حال فکر نمی کنی که شوروی هم یا کی در اینجا نقش من, من اونجوری فکر نمی کنم من فکر کنم افرادی که گفتم ما اطلاع دادیم از یه چیز شکست خورده میشه هر کمه میخوان بهر فراموش نکنه خود آقای خامنی هم گفت که در خونه بلده. من اومدن درسته. با فلان اینا از این حرف اینا, اینا بیشتر سه ولی آنچه مسلمه آنچه مسلمه یکی از آه آه بای احمدی شاید یادت باشه از کسانی بود که بلده. در این ماجرا بود آنچه مسلمه گفتار آقای حجاریان در مورد کودت های نوژه از هر کسی دیگه نظر به واقعیت داره مم. بنابراین ما بقیش همه شروع کردن بهره برداری مم. کردن ولی اصل مطلب این بود که ما خطا کردیم که به عنوان کودتا ادامه ندادیم هرچی اینجا بود که باز دوباره من به آقای دکتر بختیار اختلاف زیادی سر مطلب پیدا کرده بودم و متاسفانه ایشون از رادیو اگه یادتون باشه ما یه رادیویی از از بغداد داشتیم مرتب راجب این مسئله صحبت میکردن که مردم کی؟ بالا در واقع خب شما میگفتید ادامه بدیم کی دستور متوقف شدنشو رو داد منظورتون از دستور متوقف شده نه بودم. شما میگید من معتقد بودم ادامه بدیم چی رو ادامه بدیم من, 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 من اعتقاد برای داشتم که به هیچ عنوانی خارج از اون کسانی که اینوالد در آه. در, کودتا هستند شما حق نداری کسی که آها. ادامه پیدا بکنیم. به علت که عملا هم دیدیم که دوچار شکست شد ما خادم خودم بده رنگی کوتاه بکنیم بریم یه ترانه گوش بدیم و بازگرد با درود دوباره اینقدر ما حرف داریم با مهندس خادم که یکی دوتا نیست خب اونجا رو دیگه ما پرانتز رو ببندیم بیایم این طرف فکر یودی های چجوری ریخته شد ببینیم وقتی که من پاریس بودم اغلب سازمان های اطلاعاتی میگفتن که جون همیز هر ستای شما در خطره چون رژیم جمهوری اسلامی قصد کشتن هر شما به آقای برومند و دکتر رو دارن خب آقای دکتر بروم دکتر بختیار هم در جریان بود آقای برومند هم در جریان بود من چون به نظرم در اون لحظه آقای بختیار داشت فکر میکرد که ادامه گذشته رو راه گذشته رو بده و من مخالف بودم و من مسئله ایران یک مسئله دراز مدت شده و شاید یک احتیاج به یک نسل داره که دوباره بشه یه حرکتی رو به وجود دارد از ایشون اجازه خواستم ده سالم نفش ده سالم پاریس بودم و کاری عمل نمیکردم فار... نمی کردم. به... به... علتی که اعتقاد نداشتم مگر اینکه آقای بختیار می یه برنامه جزی دراز مم. مدت بکنه که ایشون به خاطر رسالتی در خودشون احساس می کردن می به رژیم هر صورتی بیارن پایین بنابراین من اومدم انگلیس و بلی خودم تصمیم گرفته بودم که حداقل یه 20 سالی 25 سالی دی. نسبت به مسائل ایران دور باشم باتریام دوباره چارج کرده باشم و در ضمن همیشه احساس کردم دور بر آقای بختیار حالا کسانی هستن که شاید بهتر از من و اون راه را بهتر از من میتونن برن اینجور من... نبود. دو... میدونی... اه... این... نبود میدونی بعض وقت این ایمپرشن این, در من اصلا وجود دارن جوانهایی اومده بودن و اینها هم آدم های عالی قدری بودن میتونستن ببرن بیرون این که من فکر... فکر, کردم که به هیچ عنوانی اه... راحل به اون معنا وجود نداره پس بنابراین ندقل به زندگی خصوصی خودم برسم من در همین حدود چار پنج سال پیش که اطلاع داری فکر کردم که خب یه نسلی گذشته و به احتمال خیلی زیاد ایران آمادگی تغییرات امدری داره و شما میبینید که در پنج سال گذشته چه تحولاتی باید. در ایران واقعا پیش اومده و این تحولات به نحویست که نقشه راه را به طور کلی عوض دقیقا. کرده دقیقا. این بود که من فکر کردم اگه باشه از اولین کسانی که بله راجع به اتحاد دموکراسی از... با خود جناب علی و خود شما عضو شورای اون هستید بله. و صحبت کردیم و مقدمات چه چیدیم خب ایده این بود که تا حالا به هیچ عنوانی حداقل فعالین و سیاسی دور هم ننشستن یعنی این همه زیر یک از یه طیف وسیع شما میدونید که در, در اتحاد برای دموکراسی به طور کلی از هر نوع گروهی شرکت داره طرز فکری مختلفی وجود داره و البته برای که شما این کار کنیم شعارت باید باشه یا هدفت باید یه چیزی مشخصی باشه که همه بتونن قبول کنن پس بنابراین گذار از, از این رژیم از طریق انتخابات آزاد که اتحاد, میشه اتحاد, که برای اتحاد برای دموکراسی اتحاد برای دموکراسی میتونه شعاری باشه که شعار تک باشه ام. که دورش جمع بشه و خوشبختان هم شده دید. و تقریبا اتحاد برای دموکراسی تونسته یک کاری بکنه که انتخابات آزاد بر اساس استانداردهای بین رو گویا شده مردم تا اندازه در داخل مملکت یعنی این شده یه, یه, چها... یه تارگت یه, تارگت برای این تارگت خب شما روش های مختلفی باید به کار برید متاسفانه خب رو روش ها در داخل یودی شما نمیتونید به توافق برسید چون هر ممکنه هر کسی یه راه دیگری بخواد بره ولی هدف مشخصه و امیدوارم در آینده نزدیک یودی متوجه ماجرا خواهد شد و به احتمال خیلی زیادی یه هدف مشترکی یه راه مشترکی هم راجبی مکانیزم جدیدی پیدا کنه که به این هدف انتخابات آزاد البته فراموش نکنید خیلی کسام راجع به انتخابات آزاد اظهار نظر میکنه که آقا بعد از فروپاشی باید انتخابات آزاد کرد در که چنین شما اینجوری فکر نمید. ما اینجوری فکر نمی یعنی مید. شما فکر میکنی اگر همین انتخاباتی که الان برگزار شد اگر معیارهای یک انتخابات آزاد روش منطبق بشه باید حمایتش کرد باید حمایتش کرد یعنی بر اساس هایی به بنامیشه رو بردارن وقتی شما استثوابی بردارین هر کسی میتونه کاندید باشه هیچ دلیلی نداره که نورزاده کاندید نشه باید. همون رایی رو که آقای خاتمی آورده نیاره بنابراین فراموش نکنید که اگر رژیم های معمولا اتفاق افتاده در دنیا زیاد اتفاق رژیم تو... بله رژیم های توتالیتریان مجبور میشن شرایط جهانی مجبور به انتخابات آزاد میکنه اون وقتی که خود هدف یودی های هدف, هدف شده و به این معنا میتونه بگه که آقا آه... راه من درست و راه یودی کاملا از نظر من درسته شک خب. و تردید داری نکنه اگر از من جای سوال میکنم یودی در یه مرحله خیلی فعال بود یعنی حداقل ما سالی دو سه بار با هم جلسه داشتیم و هم دیگر رو میدیدیم الان یه مقدار آرامتر شده آیا این به خاطر مشکل مالی کمبود امکانات مالی و اینکه دوباره من میبینم به قول معروف گیوه ها رو ورکشیدی و خیلی فعالانه وارد و گود شدی آیا شرایط تازه‌ای به وجود اومده آیا از داخل یه رسپاند مثبتی دیدی که وادارت میکنه با همه خستگی های یک عمر تلاش دوباره به میدون بیای من یه فراموش نکنید. یکی از دلایل ما چند تا کنفرانس داشتیم برای شناسایی یودی آی که اخیراً شما شما نمیتونید با یک با یک دو تا به اصطلاح بیانیه خودتون به مردم سندس. فکر کنید باید عمل کرد و بنابراین فکر کنم اون سرمایه گذاری که دوستان در یودیا کردن و, و،, و, و کردن نتیجهش اینه که حداقل در محافل خارجی در دستگاه های انتظامی ایران در دستگاه های اطلاعاتی ایران از udi به عنوان پتانسیل صحبت میکنن که همیشه برای رژیم همیشه پتانسیل چیز خطرناکیه سبت و این سبت. هست که ایدئای به احتمال خیلی زیاد آینده درخشانی داره و خواهد هم داشت و خوشبختانه شخصیتهایی درش هستن که همه همه یک یک اعتقاد کسرتگرایی رو به معنای واقعی پیاده که آینده ایران بزنه. در آینده ایران چیزی غیر از کسرتگرایی نمیتونه نمیتونه جانوی. اینی که من میخوام به قول شما گیوه ها رو برکشیدم یه علتی دیگری داره شرایط در داخل مملکت طوری شده که من بارها راجع به فروپاشی رژیم صحبت کردم مرا حتی موقعی که من شروع کردم راجع به فروپاشی رژیم صحبت کردن اگر یادتون باشه در کنفرانس اول استاکول میوید اغلب بچه ها شوخیه ولی امروز اغلب اعتقاد پیدا کردم بعد چهار سال آره چون فروپاش اقتصادی شروع شده سیاسی شروع شده دلیقه. اجتماع شرایط انتظامی در داخل مملکت وحشتناک روزی نیست که شما برخورد نظامی نداشته باشید پس این شرایط من نگران آینده ایران به این معنا هستم که اگر نیروهای دموکرات و آزادی خواه به فکر آینده ای مملکت نباشند یه خلایی در ایران وجود خواهد شد که وحشتناک خواهد بود که من حتی خودم اجازه فکر رو نمیدم ببین مهندس هر نوع تحولی در ایران حالا گیرم که یک موج مردمی هم دنبالش باشه بیاد بالاخره یه علمان نظامی توش ضروری سال علمان نظامی دو حالت داره حالت سلبیش اینه رو مردم گلوله نزنه حالت ایجابیش اینه به مردم به پیونده یعنی در واقع اگر آقای قرباقی اون اعلامی ارتشو نمیداد محال بود آقای خمینی به این سرعت سوار کار بشه کمان که خودشون هم در جلساتشون میگفتن آقای ریشالی اعتراف کرد ما باورمون نمی شد خوابش هم نمیدیم شما روی این چی کار کردی؟ ببینید روی ارتش و سپاه فراموش نکنید که آقای قرباقی کارش درست بود چون یک کاری هیچ وقت نباید کرد هیچ وقت بین ارتش و مردم اختلاف نباید انداخت چون ارتش ارتش است من با تمام انتقادی انتقادهایی که به آقای خامنه ای دارم و ایشون برای مملکت ایران باعث زیان هنگفتی شده نسبت به ارتش یه مشخصاتی رعایت کرده فساد در ارتش وجود نداره وقتی که شما مقایسش می‌کنی با سایر نیروهای های داخل مملکت بس بنابراین ارتش همیشه یک نیروی طرف در کنار مردم بوده و خواهدم بود من احتمال این میدم که به احتمال خیلی زیاد اگر این فشارهای اقتصادی فشارهای اجتماعی فشارهای سیاسی که به تدریج روز به روز داره زیادتر میشه و شما عملا خودتون بهتر از من میدونید شرایطی به وجود میاره که رژیم برای حفظ خودش ممکنه حالت امنیتیش رو شدید تر بکنه و به سپاه بشه. سپاه بشه و سرکوبی سپاه باعث یک مش دلخوری در داخل ارتش خواهد بود اونجا, اونجا به باقنه. احتمال خیلی زیاد ارتش در مقابل سپاه خواهد بود. اگر یک نیروی سیاسی به وجود بیاد اگر یک نیروی باشه که واقعا بخواد برای نجات مملکت من هیچ دلیلی نمی بینم که ارتش از اون در یک شرایط خاصی حمایت نکنه ولی اون وقتی است که مردم ایران بخوان حمایت خواهد کرد دلیل نداره جمعه خادم این رو, بعضی رو گزد میکنن که میگن آقا این رژیم با همه بدیهاش با همه مشکلات داره یه رژیم میلیتاری نیست رژیم نظامی نیست گویا که ابزار نظامی در دستش است آیا ما راضی میشیم بعد از 100 سال مشروطه دوباره یه قلتش و دیوان نظامی بیاد به امریکا رو دست بگیره آیا ما اینو میپذیریم یعنی در ارزیابی های شما حدی که برای نیروی مسلح گذاشتید کجاست چنج تغییر و بعد کنار رفتن چی داست؟ من تنها ببینید این نکته‌ای که گفتین درست اون مسئله صحبت آقای دکتر بختیار بله. حکومت نعلین و حکومت چاکمی. بله. چکمه, چکمه. مسلمه وقتی که این حکومت لعنه اومده ما باز دوباره یک حکومت چکمه نمیخوایم برای همین گرایی. باید تعمین بشه و باید گسترش پیدا کنه که مواظب این کار باشه که ارتش ولی آنچه مسلما صحبتی که من راجع به ارتش کردم من فقط یه لحظه ای رو برای شما دارم میگم که اگر مردم ایران در یک شرایط خاصی مجبور شدن تو خیابون ها بیان و در مقابل این رژیم مقاومت کنن اونجاست که ارتش باید حمایت از اینا بکنه در این لحظه من نقش ارتش رو فقط این میبینم به هیچ عنوان چیز دیگری نمیبینم حمایت از یک جنبش, جنبش مردم. مردمی و به احتمال خیلی زیاد ارتش این کار خواهد کرد خب حالا بدونی که باز بخوام جزئیات رو بگین چون به هر حال اینا مسائلیه که الان نباید بازگو بشه شما یه برنامه بزرگی در پیش رو دارید که ظرف چند ماه آینده اعلام خواهد شد کاملا ببینید من قصدم اینه که یکی از نگرانی های من که خدمتون عرض کردم آینده ایرانه خلایی به وجود بیاد که هیچ که وجود نداشت هیچی نباشه یه دفعه از این سیستمی که داریم به یه بریم که هیچ کسی نتونه مملکت تک پاره شدن تک مملکت همه در مقابل هم قرار گرفتن خدایی نکرده مردم اصله دستشون گرفتن اینو باید مد نظر تمام فعالین سیاسی باشه که ما بنابراین برای که کارکست شما باید یه نیروی یه نیروی جوانی به وجود بیارید که جوابگوی آن باشه از من گذشته از نسل ب... حتی کسانی که بعد از خورداد دوم خورداد اومدن خارج اونها هم تقریبا یا حالت غیر فعالی رو دارن پیدا میکنه من قصدم اینه که با چند تا کنفرانس های کوچیک از نیروهای جوان بخوام که فکر آیدی باشن بیشن، بیشن. بشن و باز تمام ایرانیان در خارج از کشور میخوام که جوانها ها رو کمک کنن آه. که بین هدف خودشونه برسن یک دلیلم خیلی ساده به شما بگم یکی از اشکالات عمده اپوزیشن در خارج از در خارج از کشور اینه ای. که بین نحوی حرف زدن یاد گرفته مرتب حرف میزنه بیان بلده ولی وقتی به شرکت و مشاکرت در یه امر میشه هنوز نیاموخته و هیچ سعی کوشش هم نمیکنه بنابراین من قصدم اینه با چند تا کنفرانس های کوچیک و بعد امان در اروپا در این حرکتی از مردم از جوان بخوایم به یه نحوی که به جوانهایی که میتونن یه هستی بزرگی رو برای آینده مملکت تشکیل بدن کمک کنن یعنی در واقع اینجوری براتون میگم آقای مهد جواد خادم بعد از این همه سال تلاش بیش از نیم قرن به یه نقطه رسیده در جایگاهی از عمرش قرار گرفته داره میبینه وطنش با این اتفاقایی که داره میفته این وطن در خطره لحظه خطره آدم یادی جمله فروغی میفته وطن یک بار دیگه در خطره این فساد گسترده این نگرانی ها از اینکه ایران در معرض یک حمله نظامی قرار بگیره وادارش کرده جلوبه تا حالا سوال اینه مهندس خادم عامل خارجی تا چه میزان میتونه در این حرکت موثر باشه آنچه مسلمه جامعه بین از این رژیم خسته شده نه به خاطر مردم ایران به خاطر لطماتی که به حداقل منافع امریکا درست. در منطقه زده یه،, یه, واقعیتی ما به عنوان آدم سیاسی نمیتونیم میکنیم آنچه مسلم خارجی ها هم عاشق چشم ابروی مردم ایران نیستن منافع خودشون مهمتر از اینه ولی اگر در شرایطی قرار بگیریم که اون ما یک منافع مشترکی که تغییر رژیم در ایران هم. حالا از طریق مسالم آمیز یا غیره و خارجی ها هم چنین اعتقادی رو داشته باشن هیچ دلیل نداشه که همکاری وجود نیاد اگر نه اگر نه خدای نکرده ما وارد مرحله ای از حیات سیاسی ایران میشیم که خارجی دست به کارهایی خواهد زد که به احتمال خیلی زیاد نه تنها امنیت مردم بلکه یک پارچگی ایران رو به خطر میندازه پس بنابراین یک فرصی باید که مانع این چنین چیز باشه به هیچ عنوانی امثال من یا حداقل من شخص من مشفق امریک نیستم که خارجی بره یه بلایی سر ولی خب اگر اونا کردن چی چون الان شما با یه مشکل دیگه هم روبرو هستید شما یک ابرقدرتی مثل روسیه رو در همه شعونات ایران وارد میبینید پایگاه هوایی داره در جنوب هست دستگاه امنیتی ایران رو میچرخونه برابری طبیعتا اون یکی ابرقدرت هم بیکار نمیشینه و اگر یه جاهایی دید که به نفشه که این ایران تیکه تیکه بشه این کارو رو میکنه پس اینجا وظیفه شما وظیفه همه ماست که با ایجاد یک تشکل و یک تنظیم و سازمان دادن به به خارجی بگیم نه ما این آمادگی رو داریم شما لزومی نداره که مداخله مستقیم کنید شما فقط حمایت کنید از ما و این اتفاق میتونه بیفته یعنی ما میتونیم تقاضا بکنیم حتما در بازی بین امریکا و روسیه ما باید مواظب باشیم که منافع ایران حفظ بشه همونجوری که اگر روسیه زیاد فشار زیاد تر خب ممکنه امریکا با تئوری دیس انتگریشن یا از هم پاشیدگی ایران موافقت بکنیم پس بنابراین ما, با باید مانع چنین کاری باشیم غرب یکی از نگرانی های غرب همیشه اینه بارها ببینید در دوران آقای اوباما یه گرفتاری عمده داشت آقای اوباما تمام تخم مرغاش توی یک بسکت گذاشته بود یه چیزی به عنوان اصلاح طلبا میتونن مملکت رو نجات بدن دل. امروز بعد از 25 سال ما میبینیم اصلاح طلبی شکست خورده در چیزی به عنوان شما یه تحجر رو نمیتونید با اصلاح نمیتونید کاملا بنابراین اینه که هر نیرویی به وجود بیاد که بتونه کمک مانع مانع افکار پلید و بد امریکا نسبت به مردم ایران و ایران باشه باید انجام بشه برای همینه که من سعی و کوشش خواهم کرد در این, در این زمان در این یک سال آینده این جوانها جوان ها رو به این موضوع آشنا کنم و از اونا بخوایم یه وحدتی به وجود بیاد یه فرمتی به وجود من هیچ دلیل نمی بینم آقای کوربین در انگلیس بتونه یه مومنتوم ایجاد کنه ما ده ها کوربین در اپوزیشن ایران داریم نتونن یک نیمچه مومنتومی در, 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 نیروهای ایران وجود داره که حداقل دا امریکایی بفهمه خارجی بفهمه که باب ایرونی ها به سرنوشت خودشون علاقه مندن و مردم ایرون هم بفهمن یک چیزی به وجود اومده که میتونن نسبت به اون آینده خودشون همارایی کنن با اون همفکر بشن احیانا اگه کارت به استخونشون رسید و وارد ها شدن یک نیروی در خارج وجود داشته که از منافع اونا به معنای واقعی حمایت کنه و این یه چیزی وظیفه هر ایرونی است واقعا میگم هر ایرونی خارج از کشور در, شرایط موجود مسئله ایدئولوژی نیست مسئله سیستم اداره مملکت نیست مسئله کی رهبر باشه نیست چون کسراتگرایی اساس این کاره همه باید این فکر بکنیم که ما وارد یه مرحله بسیار خطرناکی شدیم و باید به نفع مردم ایران و به نفع آینده ای مملکت برای حفظ ایران یه وحدتی رو بین جوانهامون ایجاد کنیم متاسفانه در مسن هامون یه قدری کار مشکلی چون در سی سال گذشته نتونستیم امیدواریم که در این در این زمان کوتاهی که من پیش بینی میکنم بتونیم حداقل در جوان ها یه مشکلی دیارم. که مدرس با شروع به روز نسل جوانی که با انقلاب حرکت کرده اومده آدم در برخوردی که باشون داره صحبتی که باشون میکنی چون اون تجارب ما رو نداشتن چون اون مراه رو نگذروندن یه مقدار پیش خودشون به اینجا لیستن که ولش کن دیگه ما بریم زندگیمونو بکنیم و این به نظر من این پیام رو باید به این نسل رسون شما نمیتونید برید زندگیتون رو بکنید اگر ایرانی وجود نداشته باشه و این خطر ایران وجود نداشتن امروز بیش از هر زمانه ما فقط یه دشمن نداریم در منطقه این رژیم همه رو دشمن ما کرده و خیلی خوشحال میشه از اینکه ایران دچار تکه پاره شدن بشه ولی خوشبختانه در مجموعه شما خب دوستان ما همه هستن کسانی که احزاب اصلا اسم اقلیت رو نمیگذارم هیچکی در ایران اقلیت نیست احزابی که اقوام ایرانی رو نمایندگی میکنن اینا احزاب با سابقه ای هستن تجربه دارن مثلا گاهی با کاک عبدالله محتدی حرف میزنیم میگه چرا راه عبور آزادی در ایران از راه کردستان نباشه ما این آمادگی رو داریم مگه در عراق بارزانی این کار رو نکرد برابری میخوام بگم یه موقعیت ویژه ای هم ما داریم بلوچا، کردا، عربا آزریا لورا بختیاریا همه اینا هستن و خوشبختانه رو بهتون بگم در یودیو هم اینا حضور دارن نمایندگانشون هستن در آرزو میکنم باید از خادم نشست بعدی که ما نشستیم بتونی تاریخ و دیتیل رو بدی برای اون حرکت بزرگی که قرار انجام بدی حتما این کار خواهم کرد در یادواری من دوباره باید یادواری کنم که بعضی از این نظریاتی که من گفتم نظریات شخصی منه و نسبت به اتحاد برای دموکراسی نیست چون گفتم استاد دموکراسی یک واقعیت است که و به اون عنوان که فقط در یه چیز وحدت اشتراک گذار از این رژیم از طریق انتخابات درهید. آزاده فقط درهید. من یادواری کوچکی نسبت هایش. به جوانها بکنم که گفتین که میگن ولش کن بریم دنبال زندگی من ام. کاملا درست داری میگی ولی همون جوانها اگر ببینن یه ادعی دارن جدی جدی میگیرن این مطلبه و راه میفتن مطمئن باشید اونا ملحق میشن مومنتوم هم در انگلیس روز اولش صد نفر نبودن همیران یکی از بزرگترین نیرو هاست در انگلیس بنابراین ما باید ایرانیان در خارج از کشور باید کنوینسش کنیم باید. باید, باید, باید یک کاری بکنیم باید. که نیروهای جوان به حرکت در بیان و از از وحدت خود برای آنده ایران استفاده کنیم و از دل بیان جلو ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برف راشته بود به اتفاق آقای مهندس جواد خادم دوست نازنین و عزیزم همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم مرشد. ممنون